در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله سید صادق حسینی شیرازی دامزلو که روزانه با حضور علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود یکی از سوال هایی که یک شنبه 18 ربیع الثانی 1444 از معظم الله پرسیده شد این بود که سیره حکومتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی با جاسوس چه بوده است پاسخ آیت الله شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم اما پیغمبر صلی الله علیه و آله قصه حاطب ابن ابی بلتعه که هم آیه داره تو قرآن کریم هم روایات داره هم چون تاریخ پیغمبر صلی الله علیه و آله کتب عامه و خاصه اومده اونجا ببینید <تصفح> که پیغمبر جاسوس مشرک که یک زن بود و جاسوس مسلمون که تو مدینه بود کسایی بود که مسلم به مسلمون بود حاطب ابن ابی بلتعه اسمشه اون هیچ کدوم از اینا رو هیچ برخورد تندی باشون نکردن نگردن زدن نه حبس کردن نه شکنجه اجازه دادن بکنن نکردن و اما قصه امام حسن علیه السلام این قصه حاضر ابن عبی مسلمه یقینیه چند مورد داره اما این حاضر نبی عبی متواتره هم روایاتش هم تو قرآن اومده در نشست علمی یک شنبه هجده هم همچنین سوالهای مختلف دیگری درباره وظیفه والدین در قبال سهلنگاری یا تصریح فرزند به اینکه واجباتی همچون نماز و روزه را انجام نمی دهد حکم راه رفتن در بین افعال وضوع دلیل لزوم تقلید افضلیت چارده معصوم علیه, علی علی علیه السلام از همه انبیا شمول خصائص نبی صلی الله علیه و آله برای امیر مؤمنان علیه السلام حکم ازدواج با ربیبه پس از طلاق مادرش اعتبار سند زیارت جامعه کبیره حکم پیوند عضوی از بدن کافر به بدن مسلمان موارد مصرف رد مظالم و بهترین عمل در زیارت معصومین علیه السلام پرسیده شد که آیت الله العظمی شیرازی دامزلو به یکایک یک سوالها با سعی صدر پاسخ دادند لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله عظما صادق حسینی شیرازی دامزلو به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان انقلاب کوچه 6 رأس ساعت 11 و 15 دقیقه به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام بیننده این نشست علمی باشید.